بسم الله الرحمن الرحیم. خب بچه این جلسه دوم ضرب داخلیه. جلسه قبل تعریفش رو گفتیم، ویژگیاش رو گفتم، تقریبا قسمت عمدهش رو گفته شد. این خاطرتون باشه یا دیده باشین فیلمو، ما در راجع به تعریفش صحبت کردیم، تعریف دو تا تعریف براتون گفتم، یه سری ویژگی ها رو گفتم، ویژگی های تقریبا مشخصی داره که نیازی به خیلی حفظ کردن آنچنانی نیست، مشخصه. یه دونش بود که خیلی مهم بود، عمود بودن دو بردار بود، گفتیم اگه عمود باشن ضرب داخلشون صفره. و یه دونه از یه کشی براتون گفتم که کشی شغارت قرار شد امروز براتون یه تمرینی ازش حل میکنم. از گهش رو گفتم ولی تمرینش هنوز مونده. بیشتر جلسه قبل رجوع به زاویه دو بردار صحبت کردیم، چند تا مثال مختلف گفتم راجع به زاویه با محورها هم. یه تقریبا فرمولی درست کردیم و گفته شد. امروز قرار شد که من چند تا تمرین از قسمت هایی که گفتم حل کنم، یه تمرین از کشی شوارت حل میکنم و یه مسئله باقی مونده راجع به تصویر و قرینه که آخر کلاس گفته میشه. از این چند تا تمرین براتون بنویسم. حالا مثال نسبتا راحتیه، تو این قسمت مشکل آنچنانی نداریم. یه مثالی بود که قسمت اول بردار من براتون گفتم، حتی سوال کنکورش هم براتون گفتم، الان تکرارش میکنم که از ضرب داخلی هم حلش کنیم. سوال در واقع این بود که اگر آ مثلا یک ام دو باشه، بیام مثلا دو منهای یک سه باشه، ام را طوری تعیین کنید که قطرهای متوازی الاضلاع. توی سوال کنکور اینجوری نبود، من اینو خودم درست کردم، ساخته شده روی آ و ب بر هم عمود باشن. این دو تا راه داره. راه اولش به ضرب داخلی ارتباطی نداره، قبلا براتون گفته بودن. ببینید هر دو برداری با هم دیگه یه متوازی الاضلاع می‌سازن. این قطر متوازی الاضلاع میشه آی به علاوه بس، این قطرش هم آی منهای بس. خب اگه بدون ضرب داخلی بخوایم حل کنیم که راه خوبی هم هست، اینکه اگر قطرهای متوازی الاضلاع با هم دیگه عمود باشن، نتیجه میگیریم که این متوازی الاضلاع لوزیه، یعنی در واقع اندازه آ و اندازه ب برابره. اندازه آ میشه رادیکال اندازه ب هم یک نو x2 y2 z2 x2 y2 z2 و اینا رو با هم دیگه مساوی بذاریم، توان دو برسونیم و ساده کنیم. حالا اینجا اتفاقا یک چهار اینا با هم ساده میشن، m2 میشه 9، m میشه مثبت و منفی 3. همونجور که میبینید فقط از این خاصیت استفاده کردیم که
دوازده اضلاعی که قطرش به هم عموده در واقع لوزیه، یعنی طول دو بردار مساویه، طول این بردار A و طول بردار B مساویه. اما راه دومی میخوام از ضرب داخلی استفاده کنیم. دو برداری که بر هم عمودن ضرب داخلشون صفره، یعنی بردار A به علاوه B بردار آی منهای بر رو تشکیل میدیم چون مختصاتشون داریم. بعد میگیم دا با هم عمودن، دو بردار رو با هم جمع کنیم میشه سه ام منهای یک و پنج. یه از هم کم کنیم آی منهای بر یا به منهای اون تفاوتی نمی کنه، کم کنیم از این کم کنیم میشه منفی یک ام بر به یک و منفی یک. خب حالا میگیم دو بردار به هم دیگه عمودن، وقتی دو بردار عمود داشتن ضرب داخلشون صفره. اینا رو در هم ضرب داخلی میکنیم، سه تا منهای یک میشه منهای سه، ایگرگا در هم ضرب میشن که حالا مزدوج میشه، اینا هم در هم ضرب میشن سه با صفر. همونجور که میبینید ام دو میشه نو و ام میشه مثبت و منفی صفر. این هم از راه ضرب داخلی عمودم برده رو به هم دیگه، پس ضرب داخلیشون صفره. حالا یه مثالی که الان تو ذهن من بود براتون گفتم، مثال دیگه هم میشه زد، یعنی از این عمود بودن مثال خیلی فراوونه. خب دو مورد برای همین سوال براتون بگم. یکی این که سوالی که گفتم تو کنکور اومده بود این شکلی بود که بردار آ رو داده بود همینجوری، بردار ب رو نداده بود. سوالی که تو کنکور میگم بردار ب رو نداده بود، به جاش اندازه ب رو داده بود. مثلا اندازه ب رو یه عددی داده بود، حالا فرض کنید مثال اینجا رادیکال 4 است که طبیعتا وقتی اندازه ب رو داریم مختصات نداریم این راه نمیشه. این راه تا اینجا نمیتونیم بریم چون آی منهای به آی به علاوه رو نمیتونیم بسازیم. این راه مناسب تر، ساده تر. اونجا طول داده بود به جای اینکه مختصات بده. مورد دوم اینه که این راه رو میتونیم یه کاری هم بکنیم، هم این نتیجه رو شما ببینید، هم اگر این شکلی طول داده بود چجوری از این راه حل کنیم با ضرب داخلی. توجه کنید چی میگم. ببین اتفاقا این اثبات این قضیه هم هست که در متوازی الاضلاع قطرها به هم عمودن. دقیقا دارم براتون اثبات میکنم. ببینید قطرهای متوازی الاضلاع ضرب کنیم بذاریم صفر، اینو پخش کنیم، یا مثل اتحادی که جلسه پیش براتون گفتم، گفتم حالت مزدوج بهش بدیم چه اندازه آ دو منهای اندازه ب دو مساوی با صفر، نتیجه میگیریم که اندازه آ مساوی با اندازه ب است. دقیقا به همین نتیجه که اینجا رسیدیم که دیگه نیازی به این و این هم نباشه، اندازه آب اندازه بره با هم مساوی میذاریم، یه جورایی همین راه اول میشه. پس این هم میتونیم از اتحادش استفاده کنیم. یه مثال دیگه رو میزنم از همون اتحادهایی که گفتم ویژگی آخرش. از این گچ خوردن راحت میشیم ولی نشد. اگر آ و ب دو بردار با طولهای یک و دو و زاویه بین مثلا 30 درجه باشند، حاصل اندازه
آی به علاوه ب و اندازه دو آی منهای سه ب را به دست آورد. خب این مثالی که خیلی همیشه گفت ساده است، همیشه گفت تکراریه، حتی بعضی وقتا تو فیزیک هم اینو دارید، اونجایی که برایند دو بردار رو میخواد، یعنی دو بردار به شما میدن، مثلا بردار آ یه واحده، بردار ب دو واحده، اندازش دارم میگم و این زاویه 30 درجه است، به شما میگم برایند اینا رو حساب کن. برایند یعنی آی به علاوه ب دیگه، این طول رو حساب کن. واسه این مثال تو مثلث و این شکل دیگه هم امکان داره داده بشه، حالا با این صورت سوال نه، ولی همین مسئله در نهایت بشه. این الان شما تصور کن یه مثلث داری، این ضلعش دوه، این ضلعش که با این برابر یکه، این زاویه هم مکمل اینه، مثلا 105 درجه است. یعنی منظورم اینه که شما بگن آقا یه مثلثی داریم، این دو واحد، این یه واحد، این 150 درجه، این طول چقدر میشه؟ در هندسه معمولی هم ممکنه این سوال بدن. این دقیقا همین سواله. دارم این توضیحات رو میدم که بگم یه مسئله حل میکنیم با صورت سواله مختلف یاد بگیریم. ما اینو خیلی خیلی راحت حل میکنیم، چون اینو چند تا راه داره، مثلا قضیه کوسینوسا دارید، شما قضیه سینوسا دارید، از این کارا میتونید بکنید. ولی ببین من چی میگم، این جمله من یادت باشه، ضرب داخلی ما دو سری مسئله داریم، ضرب داخلی ما دو سری مسئله اصلی داریم، یه سریش در مورد زاویه است که جلسه قبل من چند تا سوال براتون حل کردم، یکی دیگه هم امروز حل میکنم، یه سریش اندازه بردار، اندازه مجموع یا تفاضل چند تا برداره که نمونهش اینه. با این خیلی زیاد میشه بازی کرد، مثالای خوبی در آورد. حالا من یک دو تاش امروز براتون میگم، بقیه‌اش رو تستا میبینید. معمولا یکی از این دو تا سوال شما خواهید داشت. هر وقت اندازه دو بردار رو از شما خواستن، مجموع دو بردار رو یا تفاضل رو فرق نمیکنه، شما زحمت میکشی به توان دوباره میذاری و فرمولش رو می‌نویسی. این جلسه فرمول رو گفتم شبیه اتحاد اول حفظ کردن شواهده، اولی به توان دو، باهم به توان دو، یه جوری قسمتون دادم حواستون باشه این اندازه آ دو ننویسید، اینجوری اندازه آ به توان دو، اندازه ب به توان دو و دو آبه. این دو آبش هم گفتم حواستون باشه داتشو بذاریم، دو تا عادات بس، اولی به توان دو، دومی به توان دو، دو برابر اولی در دومی، مثل اتحاد اول، فقط اینجا ضرب دو بردار ضرب داخلیه که بعداً، یعنی الان که میخوایم حساب کتابش کنیم، این هم نوشتیم اندازه و اندازه به کوسینوس تتا. خب الان همه چی داریم دیگه، جاگذاری میکنیم، اندازه آ میشه یک، اندازه به توان دو، دو میشه چهار، دو برابر یک دو میشه چهار تا کوسینوس تتا هم که 30 درجه، کوسینوس رادیکال 3 دومه، پس این کلا میشه 5 به علاوه 2 رادیکال 3. البته این آی به علاوه توان 2 آی به علاوه به که سوال شده از ما میشه رادیکال این. مثال خیلی ساده. دومیش من دیگه سریع تر انجام میدم، اینو خواسته باز توان دو براش میذاری، توان دو میرسه میشه اولی به توان دو که میشه 4 تا دو، دومی به توان دو که میشه 9 تا به دو، منها اینجاش، اونجا منها میشه دو برابر اولی در دومی، دو دو تا 4 تا 4 3 تا 12 تا عادات به که گفتم عادات بشم، دوباره می‌نویسی آ به کوسینوس. خب زحمتش خودتون بکشین، اندازه آ داری، اندازه بی رو داری، اینا رو داری، محاسبش می‌کنی.
یه مثال از طول. عارفی هم نیست حالا تخته رو برام پاک کنه. اگر اندازه بردار آ مثلا مساوی باشه با دو، اندازه بردار ب مساوی باشه با سه، و آیه به علاوه یه به و علاوه یه دو سی مساوی با صفر، بردار صفر، جمع این سه بردار شده صفر باشه، حاصله عادت به بدت سه دت آ، آ به بس سه آ جواب میشه. یه سواله که شاید به جورای جدید باشه براتون، چند تا حل داره که حالا من حل خوشگلش رو یعنی بهترین راهش رو براتون میگم. راه دیگه هم داره که تو مثال بعدی بگم، انشاءالله این دوتا مثال با هم یاد بگیرید چیز خوبی میشه. ببینید چون این عبارت رو من میخوام، دوتا راه دارم، یعنی که برم دونه دونه اینا رو جدا حساب کنم یا از این اتحادی که الان می‌نویسم براتون استفاده کنم. ببینید آیه به علاوه به علاوه سه تا با این رابطه میشه منفی سی، یعنی از این دو تا سی یک بردم اون طرف، و این بردار با این بردار مساویه، پس اندازه این بردار با اندازه این بردار مساویه، بردار یکی هم دیگه اندازه هاشون مساویه، اینا رو به توان دو میرسونیم ببینیم چه اتفاقی میفته. این اتحادش چی بود؟ گفتم جلسه پیش آ دو ب دو سه دو به علاوه یه دوتا اولی در دومی، همون عبارتی که دقیقا میخواییم. این اتحاد این سمت چپ، اونورم که اندازه سه دو میشه سه دو. ببین این اندازه سه دو با این اندازه سه دو ساده میشن، برای همین من تو صورت سوال ندادمش اصلا، یعنی نیازی بهش نبود. خب این هم عبارتی که میخواییمش، این مورد نظرمونه دیگه، عبارت مورد نظر. این دوتا هم که داریم مثلا عبارت مورد نظرمون اینجا میذاریم دو میشه چهار، اینجا سه به توان دو نه میشه سیزده، میره اون طرف میشه منفی سیزده، یه دو هم داریم منفی سیزده دو، عبارت مورد نظر به دست میاد. حالا چند دقیقه بعد یه سوال برات من میکنم، بعدن خواستید برگردید این سوالو با مثال بعدی اگه تونستید حل کنید، ولی خب راه خوشگلش. مثال رو ببینید، این مثال به شکل مختلف در دروس مختلف دیده میشه. مثالی که مثلث به شما داده میشه سه تا
سه تا طول اضلاعش داده میشه، زاویه‌هاش خواسته میشه. این قبل از این بحث بردارا شما فقط راه قضیه کوسینوس رو دارید که استفاده میکنید قبلا. ما الان به نوعی قضیه کوسینوس استفاده میکنیم، منتها با یه شکل جدید. همون قضیه است ولی شکل جدیدی بهش من میگم. ببینید این سه تا بردار رو من اسمشو آبسه میدارم، بردار آ، بردار ب، بردار س، و طبق این شکل مشاهده میکنم که آ به علاوه ب به علاوه س صفره، آ به علاوه ب به علاوه س صفره. این س رو میبرم اون طرف، ببخشید ب رو میبرم اون طرف، با توجه به اینکه این زاویه از من خواسته شده که بین آ و سی هست، این ب رو میبرم اون طرف تصاویر. مثل سوال قبل میگم اگر این دو بردار برابر باشن اندازه هاشون با هم برابره، توان دو. ببینید این سوال الان ما اندازه آدور داریم، سه دور داریم، به دور داریم، آداد سه به دست میاد. اگه سوال خواسته بود، الان سوال چیز دیگه خواسته، من ادامهش میدم. ادامهش یعنی چی؟ یعنی آداد سه رو می نویسم اندازه آ اندازه سه کوسینوس زاویه بین آ و سه. اینجا رو یه دقتی بکن. ببینید بردار آ جهتش اینه، بردار سه جهتش اینه، زاویه بین آ و سه در واقع اینه. زاویه بین آ و سه در واقع اینه. یعنی که من بیام از این نقطه که مبدا باشه مثلا بردار سه رو رسم کنم، همسنگش رو این با این یکی باشه، این زاویه میشه تتا، زاویه بین آ و سه. خب اینا رو جاگذاری کنیم. اندازه آ مثلا بردار آ دو میشه چهار، سه دو میشه شونزده. اینم یه دو داریم، آسه چهار دوتا هشت دوتا شونزده تا کوسینوس تتا که نداریم، مساویس رو به دو هم که یک. اینجا کوسینوس تتا به دست میاد، میشه بیست میره اونور، میشه مثلا نوزده منهای نوزده شونزده هم. خب این کوسینوس تتاه، در صورت که سوال زاویه آ رو خواسته، زاویه آ مکمل تتاست. نتیجه میدیم که کوسینوس آ میشه منفیه، میشه مثبت 19 16 هم. چون مکملشه، کوسینوس هاشون با هم یه قرینه هست. خب من با یه تیر چند تا نشون زدم، یه مثالی گفتم که همین بحث زاویه یادآوری بشه، هم قضیه کوسینوس ها یه جوری یادآوری بشه، همین عملیات اتحادیش گفته بشه، مثال خوبیه. چیزهای دیگه هم تو این سوال میشه پرسید، حالا تستاشو میزنید میبینید. از جمله اینکه مثلا فقط آداد سه رو میخواد، آداد ب رو میخواد، به داد سه رو میخواد، یه همچین چیزی جمعشو میخواد، همه اینا قابل حله. خب آخرین مثالی که براتون حل کنم به ترکیبی از طول و زاویه است، بعد بریم سر اون دوتا موردی که براتون گفت امروز براتون بگم تمامش. اگر آ به دو بردار یکه، بردار یکه چی بود؟ اندازه شون یک بود، طولشون یک بود، با زاویه بین 60 درجه باشن، زاویه بین مثلا بردار دو آی به علاوه ب و سه آی منهای دو به چقدر است؟ برگردیم به بحث زاویه. فرمول زاویه جلسه قبل گفتیم کار کردیم چی بود؟ خط کسری. چیو میخواییم؟ زاویه بین این بردار و این بردار رو میخواییم. دیگه من اسکوزاری نمی کنم، با همین قیافه میمیسم. صورتش میشد ضرب داخلی این دوتا،
مخرج میشد اندازه بردارا. صورت ضرب داخلی مخرج اندازه بردارا. این میشه کوسینوس زاویه بین هر دو بردار دلخواه. پس ما باید بریم این صورت رو حساب کنیم، اندازه اینو حساب کنیم، اندازه اینم حساب کنیم. من جدا جدا حساب میکنم، بعد جاگذاری میکنم براتون. اینجا چون احتیاج به عادات بداریم، من میام این گوشه این عادات به حساب میکنم که دیگه راحت باشم اونجا تون تون براتون بنویسم. اندازه آ، اندازه ب، کوسینوس تتا. اندازه آ و ب که یک بود، تتاشون هم که 60، کوسینوسش میشه 1/2. پس عادات به میشه 1/2. اینو داشته باش، من میخوام مادام اینجا ازش استفاده کنم. این رو پخش میکنیم بچه ها. 3 تا 6 تا اندازه آدو که یکی البته. 3 تا عادات به، 2 تا 4 تا به داتا، منهای 2 تا اندازه به داتا. همینجا صورتش رو براتون ادامه بدم. ببین اندازه ها یکه، اندازه به هم یکه که این میشه 6، این هم میشه 2، با هم دیگه میشن 4. این دوتا هم با هم دیگه ببین منهای 3 تا و 4 تا میشه منهای 7 عادات به. عادات به هم جا حساب کردیم 1/2 میشه منهای 7/2. این هم شد 1/2 صورت کسر. مخرج کسر. اندازه ها رو باید توان 2 برسونیم. و من دیگه رادیکال میکشم، زیر رادیکال براتون حساب میکنم. میشه این به توان 2، این به توان 2، دو برابر اولی در دومی. این به توان 2. البته این اندازه ها یک دیگه نوشتن نمیخواد، حالا من دارم کامل رو براتون میریزم. 4 تا به. خب اینا که یک باشن این میشه 9، هم 4 میشه 13. عادت من پیه 2 بود، زبده 12 بشه میشه 6، میشه رادیکال 7. تو اینجا باید اشتباهی کردم، این 3 تا 6 تا 3 مثبت بود، کسی هم اینجا نیست به من بگه. این میشه منفی آبه که میشه منفی 1/2، میشه 7/2. خب شده حواسم بود درستش کرد. یکی این میشه 4، این میشه 1، این هم که 1/2 در داره 4 میشه 2، 4 و 3 7. رادیکال 7 رادیکال 7 هم میشه 7، 7 با هم میره میشه 1/2. از تتای مورد نظر میشه 60. خب انشالله که دیگه اشتباهی نکرده باشم. جواب شما الان اتفاقی روم شد. این هم یه سوال دیگه، هم زاویه داشت، بحث زاویه رو یادآوری کردیم، هم اندازه. بریم سر اون دوتا مطلب آخری که باقی مونده. این بچه ها اولین موردی که من میخوام براتون صحبت کنم یه مسئله است. صورت سوال کاملا مشخصه، حلش هم من براتون میگم کاملا مشخص میشه، یعنی جور دیگه سوال نمیدن، جور دیگه هم حلش نمی کنیم. یه سوال کلاسیک مشخص. عنوانش هم از استفاده از قضیه کشی یا نامساوی رابطه یا نامساوی کشی. کشی شوارتسه، حالا ما دیگه خلاصهش میکنیم. کشی، کشی اسم آدم ها، شوارتس هم اسم آدمه، دوتا آدم هست.
یه سری نامساوی دارن کلن رو نامساوی ها زیاد کار کردن. یه کتابی دارن به این گلوفتی نامساوی های کشیش و آرت بهش میگن. جلسه قبل گفتم براتون اثباتشم کردم قدر مطلق عادات به کوچکتر مساوی یا با قدر مطلق و قدر مطلق به. دلیلش این بود که این یک کوسینوس تتا داره باعث میشه که این طرف از این طرف کوچکتر بشه. اینو باز کنیم میشه آ ب کوسینوس دیگه. حالا صورت سوال چیه؟ بازم عرض میکنم این یه مثال با این رابطه حل میشه و سلام. صورتش میگه اگر فلان حداقل فلان چقدر است؟ اگر این رابطه برقرار باشه حداقل این چیه؟ مثلا به شما میگه اگر 2x به علاوه 3y منفی z مساوی با 7 باشد حداقل x2 y2 z2 چقدر است؟ این سوال شبیه تو بهینه سازی حسابان دیدید؟ البته با مشتق اینو نمیشه حرکت چون ست متغیر داره از مشتق نمیشه رفت. یه راه هندسی داره که بماند. حالا ببینید من چی میگم. ببین روش حلش اینه، روش حل اینه، دو تا بردار آ و ب پیدا میکنیم چجوریشو من میگم و در رابطه کشی قرار میدهیم. دو تا آبه من میگم چجوری پیدا کنید در رابطه کشی، یعنی این قرار میدید مسئله حل میشه. این بردار آ برداره، بردار آ رو همیشه سه تا مؤلفش رو جذر این سه تا بگیرید x2 y2 z2 جذرشون میشه x y z. منظور از جذر اینه که پس فردا اگه ندادن 4x2 شما اینجا میگیرید 2x، دادن 3x2 اینجا بگیر رادیکال 3x. حالا من دادم دریباشو یک که راحت بشین x2 y2 z2 میشه x y z. بردار ب رو یه جوری بگیر که وقتی اینا تو هم ضرب داخلی شد، ضرب داخلی یعنی چی؟ یعنی اینا تو هم ضرب شن، اینا تو هم ضرب شن، اینا تو هم ضرب شن دیگه، این عبارته به دست بیاد. الان ضریبه اون هست 2 و 3 منفی 1، اینجا میذاری 2 و 3 و منفی 1. خب حالا با توجه به این آبه کشی رو می‌نویسی. سمت چپش ضرب داخلیه، ضرب می‌کنی. این معجزه اتفاق می‌افته. می‌بینیم این همین شد که اینجا بود. حالا نگو خودمون درستش کردیم. اندازه آ، اندازه آ می‌شد چی؟ این بتوانده، این بتوانده، این بتوانده. اینجا می‌بینیم این همینه که می‌خوایم. اندازه ب چهار نه یک میشه چهارده. خب میام به جای این دو ایکس ایگرگ منهای زد همین که سوال به همون داده هفت قرار میدیم تموم شد. اینجا فقط یه توان دو هم میرسونیم که این رادیکال ها از بین برن، ایکس دو ایگرگ دو برای به زد دو میشه بزرگتر مساویه چهل و نه چهارده هم. که این 49 14 هم هم سادش کنیم به 7 بزنیم میشه 7 دوم. به چی رسیدیم؟ این به توان دو، این به توان دو، این به توان دو بزرگتر از 7 دومه، یعنی مینیمومش 7 دومه. خب این یه سوال، من چون وقت ندارم دیگه مثال دیگه‌اش توضیح میدم براتون، خودتون زحمتش بکشین حل کنید. یعنی محاسباتش دیگه نمی‌نویسم. همین سوالو ببینید بچه‌ها، من صورت چه عوض کنم. مثلا اینجا به جای حداقل این اینا رو پاک کنم، یه فیلم هست می‌بینید دیگه. مثلا به شما میدن 4x2 y2 9z2. ببین چه تفاوت هایی میکنه. گفتم آها را چی بگیریم؟ جذر اینا میشه 2x و y و z.
بیارش رو بگیریم یه چیزی که اینا تو هم ضرب شدن اینا بشه. خب اونجا ما 2x رو می‌بینیم، اینجا 2x رو می‌بینیم، پس می‌ذاریم 1. اینجا y رو می‌بینیم، اونجا 3 می‌بینیم، اینجا می‌ذاریم 3. اینجا z 3z بود بچه ها ببخشید 9z 2 جذرش میشه 3z جذر اینا اینجوری شد. اینجا 3z اونجا منهای z پس من اینجا میذارم منهای 1 3 منهای 1 3 ضرب در 3 بشه میشه منهای z. زحمتش با شما حساب کتابش بچینید تو این رابطه حل میشه. یعنی حتی ممکنه کسری بذارید، رادیکالی بذارید، فرقی نمیکنه. مورد سوم و مورد آخر این که صورتحال یه تغییر کوچولو ممکنه بکنه، جای این دوتا رو عوض کنن. یعنی اینو به شما بدن، بگم مثلا این دهه، ماکسیموم اینو میگن پیدا کنید، دیگه مینیموم نمیگن، ماکسیموم اینو میگن پیدا کنید. شما همین رو بنویس جواب بهت میده، فرقی نمیکنه. یعنی روش حلش تفاوت نمیکنه. خب چند تا تست تو کتاب خیلی سبز داره که بعد میزنید مشخصه پشت هم، همش هم صورتحالش همینه و یاد میگیرید. با این دوتا من فکر میکنم کافی باشه. خب آخرین مورد در مورد ضرب داخلی که فرمول تصویر و قرینه یک بردار نسبت به امتداد یک بردار دیگه. من امتداد یک بردار می نویسم دلیل داره بهتون میگم. تصویر و قرینه بچه ها فرض کنید ما دو تا بردار دادیم، بردار A و بردار B. به شما میگن برداره، دقت کن میگن برداره، تصویر A روی B رو پیدا کنید. تصویر یعنی چی؟ یعنی از انتهاش عمود کنید به این، به این بردار رنگیه میگن تصویر که ما با علامت مثلا آپریم نمایشش میدیم. بعد اگر اینو ادامه بدیم که بعد میکنم این کارو، این میشه قرینه. حالا فعلا تصویر رو گوش کن. فرمولش الان نمیخوام براتون اثبات کنم. اگه عمری بود هم دیگر رو دیدیم بعدا اثبات میکنیم. کاری هم نداره ولی الان وقت نداره مثلا. ولی یه چیز بهت میگم که حفظ کردنتون کمک کنه. خوب گوش کن چی میگم. ببینید آپریم تصویر ها رو بس دیگه، پس این یه جزئی از بس، یه قسمتی از بس. البته نه اینکه همیشه کوچیک‌تر باشه، ممکنه مثلا آها بزرگتر باشه. وقتی شما تصویر میکنید آپریمتون بزرگتر شه، حتی ممکنه این زاویه منفرجه باشه. اینو میخوایی تصویر کنید باید میاد امتداد بدید تصویر کنید، این بشه آپریمت، خلاف جهت به میشه. ولی به هر حال روی به است. این یعنی چی؟ یعنی آپریم و به موازی هم. به عبارت دیگه آپریم یه عددی ضرب در بیه. قیافه فرمول رو دارم برات توضیح میدم. آپریم یه عددی ضرب در بیه. مثلا میشه یه دومه به. مثلا میشه سه دومه به. مثلا میشه منفیه یک دومه به. بالاخره یه عددی ضرب در به میشه. شما این عدد رو حفظ کنی کافیه دیگه. من بگم فرمولش چجوری حفظ کنید کارتون راحت تر میشه. این عدد یه خط کسریه، صورتش عادات بس و همین راحتی ضرب داخلیه، مخرجش هم بچه ها به دوه، یعنی اینه اندازه به توان دوه اینجا. که من اینو برای اینکه خوشگل تر بشه به صورت به دات به مینویسمش. به داد به میشد به دو دیگه. فرمول یکم شکلی‌تر و خوشگل‌تر میشه. عادت به به داد به. خاصی بنویس به دو فرق نمی‌کنه. فقط شود بازی در نیارید به رو با این بزنید. مثلا ساده کردم معنی نداره. ضرب داخلیه.
خرابکاری نکنی با این سال، یا این بیارو با این بیارو، اصلا این کار رو ولش کن، فراموش کن. این عدد میشه کسر صورتش، عدد به مخدش به داد به. حالا گفتم اثباتش بماند برای بعد. خب این شد فرمول تصویر. آپریم تصویر، تصویر آروبه. اما قرینه، قرینه یعنی چی؟ یعنی ما اینو که عمود کردیم به اندازه این طول ادامه بدیم، این بردار میشه بردار تصویر که ما بهش میگیم آزگوند. با توجه اینکه این با این برابره، آزگوند رو به راحتی از روی آب و آپریم پیدا میکنیم. ببینیم، ما میدونیم که آی به علاوه آزگوند تقسیم بر دو میشه آپریم، چون آپریم وسط آب و آزگونده. اینه به علاوه این تقسیم بر دو میشه این. و یه طرف مستقیم بکنیم، آزگوند میشه دو آپریم منهای آ. این هم من معتقدم نمیخواد حفظ کنی، یعنی شما این رابطه رو مینویسی سریع به دست میاری دیگه. حالا تو کتاب میام به جای این آپریم این فرموله رو میذارن، یعنی اینجوریش میکنن، به جای آپریم اینو میذارن، یه فرمول خیلی شلو پلو اینجوری به دست میاد، یعنی حفظ کن. من میگم اینو بچه نمیخواد، لازم نیست. شما زحمت کشیدی اینجا آپریم رو پیدا کردی، آپریم رو بذار اینجا، آرم که داری، خب آزگون به دست میاد به همین راحتی. دو تا مثال دارتون هم میکنم، یه مثال از خود این، یه مثال هم سوال کاربردی خیلی 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 خوبیه. این مثال عادی ساده است، میگه تصویر و قرینه مثلا بردار آ هست، یک دو یک نسبت به مثلا دو منفی یک منفی دو را بیا. پاک میکنم یه بار دیگه فرمولا رو نمیسم که یه بار دیگه ببینم. گفتم آپریم چیه؟ یه عددی در به. عدد چیه؟ قد کسری. آداد به بداد به جا گذاری میکنم. آداد به من حساب میکنم، این آ این به ضرب داخلی، یک دوتا منهای دو، یک در دو، دو در منهای یک، منهای دو در یک. به داد به یعنی طول به توان دو، توان دو داره، حواستون باشه. چهار و یک و چهار میشه نه. این رادیکال نه نذارید، این به دوه. ضرب داره بردار به، بردار به هم که خب دو منهای یک و منهای یک. این عدد بچه ها، این هم بردار، عدد بردار میشه منهای دو نهم. منهای دو نهم ضرب در این میشه، میشه منهای چهار نهم مثبت دو نهم مثبت چهار نهم. بیریختم، این میشه بردار تصویر. دقت کن بردارش نه طولش، برداره. آزگوند گفتیم چی میشه؟ دو آپریم منهای آ. دو آپریم یعنی دو برابر این، دو آپریم، آپریمو داری دو برابرش. منفی آگوش یک دو یک. منهای هشت نهم منهای یک میشه منهای هفده نهم. چهار نهم منهای دو منهای چهارده نهم. هشت نهم منهای یک هم میشه منهای یک نهم. این هم شد بردار آزگوند. تصویر، قرینه، خلاص. خب حالا یه سوال خوشگل براتون حل میکنم که در واقع ته ته سواله دیگه، یعنی این سوالی که براتون حل میکنم سوال بسیار خوبیه.
یه جورایی کاربرد این داستانه. من فکر کنم یکی از دو تا سوالی که از بردار بیاد، از سه تا سوالی که از بردار بیاد، امسال این تصویره یا قرینه است. فیلم هم داره ضبط میشه، اگه سوال نیاد ضایع میشیم، ولی همینجوری به دلم افتاده که این سوال امسال میاد. سه تا نقطه داریم، روسه مسلح است. یک دو یک صفر یک دو منا یک صفر صفر یه تغییری بدن تو این ستا، الان یه مثلث تشکیل نمیدن با هم، کار دست هم میده. اینها رؤوس مثلث هم. مختصات، دقت کن، مختصات هاش، های ارتفاع هاش رو پیدا کن. این سه تا رأس مثلث، این ارتفاع، این هم هاش، این هاشو میخواد. دقت کن، مختصات میخواد. اگه تو صفحه بتونی تو فضاست، من به شما گفتم مثلا معادله خط بنویسید، این دو تا خط رو تلاقی بدید، هاش به دست بیاد. الان تو فضا شما معادله خط بلد نیستید، نخونید اصلا. پس معادله خط اینا رو فراموش کن. با توجه به اینکه این عموده، راه حل رو گوش کن. ما میام از تصویر استفاده میکنیم. چه جوری؟ این برداری که من دارم بعد رنگش میکنم، بردار به آ رو اسمش میذارم مثلا آ که راحت تر باشن، اس گذاریه دیگه، به آ رو گوشتم با. این بردار به سرم اسمش میذارم مثلا بیه کوچیک. خب نتیجه میگیرم که اگه من آ رو به تصویر کنم، بردار به هاش خواهد شد. میرم به هاشو به دست میارم. فعل واقع این به هاش من همون آ پریم فرمولمه. تصویر آ روی به سه، روی به میشه به هاش. به هاش پیدا میشه، برم داریم هاش پیدا میشه. بریم سر عملیاتش تون تون برد انجام. بردار به آ که همون اسمش شد آ کوچیک، به آ یعنی تهش منای سرش، آ رو منای به میکنید، میشه یک، یک و منفی. برداره به سه که ما اسمشو گشتم به کوچی که راحت باشم برای فرمولم، سه رو منای به میکنید، تهش منای سرش، سه و به. اینجا آ رو منای به کردم، تهش منای سرش، اینجا به سه است، سه رو منای به میکنم، منفی یک و یک و دو. خب حالا تصویر میکنم. تصویر همون آپریمه که در واقع تو شکل مشاهده کنید، بردارش اسمش به هاش. فرمولش چی بود؟ آدات به بدات به به عادات به اینا ضرب داخلی میکنیم، میشه منفی یک با یک صفر، منفی دو به دات به هم اینه که میشه یک یک چهار میشه شیش، ضرب در به. به چیه؟ منفی یک، یک دو، اینم که یک سوم میشه، پس این میشه بردار به هاش میشه یک سوم، منهای یک سوم، منهای دو سوم. این شد بردار به هاش.
به هاش بردار دیگه، یعنی مختصات هاش معنای مختصات به. اینجا هاش به دست میاد، اینو به هاشو داریش، این بیرم داری، بیارش این بر تصاوی، هاش به دست میاد. این شما به هاشو با به جمع کنید، این به هاش، اینم به جمع کنید، یک سوم با صفر میشه یک سوم، منفی یک سوم با یک میشه دو سوم، منهای دو سوم هم با دو میشه یک سوم، دو سوم، چهار سوم. این همیشه مختصات نقطه هاش با یه تصویر به دست اومد. این مثال خیلی قشنگه، من دوستش دارم، سوال خوبیه، یه جوره کاربرد اون مسئله هست. خب امروز ضرب داخلی بچه تموم شد، این دو جلسه ای که من براتون درس دادم، حالا یه مقدارش هم قبلا سر کلاس گفته بودیم، این فیلمو چندین بار اگه وقت داری ببین، برو سر تستای کتاب خیلی سبز. با اون جلسه اول گفتم یه تعدادشو میتونستید بزنید، ولی الان دیگه تقریبا کامل شد. مثال خب برای حل کردن من زیاد دارم، ولی درستون تموم شد، یعنی ضرب داخلی از لحاظ تدریس همینه، بقیه شو دیگه ایشالا شما زحمت بکشین. اشکالاتون هم حالا بعدا کلاس آنلاین میذاریم، یا تو واتساپ یا کلاس آنلاین رفع اشکال میکنیم اگه اشکالی بود. خب السلام علیکم.